الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولین سؤال دوستمان: آیا رنگ زدن ریش گناه است؟ نه، رنگ زدن ریش گناه نیست، بلکه رنگ زدن ریش در واقع سنت هست، یعنی خضاب، تغییر دادن رنگ سفید سنت هست، بنابر روایتی که در صحیح مسلم هست. وقتی که پدر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را آوردند محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم، مویشون کاملا سفید بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند غیروا هذا الشیب، این سفیدی رو، موی سفید رو تغییر بدید، یعنی خضاب بکنید، رنگش بزنید. و در روایت اومده که وجتنب السواد، از رنگ سیاه پرهیز بکنید. منتها من قبلا عرض کردم که در برخی از روایات این حدیث این لفظ وجتنب السواد یا جنبوه السواد وجود نداره، اما در اصلش یعنی خضاب سنت هست و بسیاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، مانند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه و بسیاری دیگر، یعنی خضاب می زدند، یعنی موی را رنگ می زدند، حالا حنا باشه، کتم باشه، یا هر مورد دیگر، رنگی که باشد، رنگی که رنگ شهرت نیست، یعنی متناسب با چهره هست و رنگ زننده نباشه، از نظر شهری هم اشکالی نداره. بورس حلال هست یا حرام؟ اصل در معامله بورس بستگی به نوع معامله آن شرکتی دارد که شما میخواهید که سهامش را خریداری بکنید. اگر خود، یعنی معامله شرکت، فعالیت شرکتی که شرکت مجازی هست و کاروبارش حرام نیست، مانند به طور مثال شرکت شرابسازی نیست، شرکت فروش مواد مخدر نیست، یک شرکت معروفی هست که یعنی فعالیت مجازی داره، شرکت کردن در بورسش و خرید و فروش سهامش هم از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. آیا در نماز جمعه 4 رکعت سنت است قبل از جماعت جمعه؟ در روز جمعه قبل از نماز جمعه ثابت نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم سنتی رو خوانده باشند، یا اینکه امر کرده باشند که شما قبل از نماز جمعه 2 رکعت یا 4 رکعت نماز سنت بخوانید. سنت راتبه‌ای قبل از جمعه وجود ندارد، در روایات و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نیامده، و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که روز جمعه وقتی که وارد مسجد می‌شدند مستقیما می‌رفتن بالای منبر و خطبه را شروع می کردن. پس بنابراین قبل از جمعه سنت مؤکدهی مانند روزهای دیگر، مانند سنت قبل از ظهر وجود ندارد، منتها نماز خواندن نوافل آمده، ترغیب کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم که در روز جمعه زودتر به مسجد بروید و هر مقدار که خواستید نماز بخوانید، هیچ گونه ممانعتی وجود نداره، بلکه یک فضیلت هست، ترغیب هم وارد شده، رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق کردند. اما به عنوان یک سنت راتبه‌ای که تاکید شده باشه که قبل از ظهر 2 رکعت یا 4 رکعت بخوانید، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده، و بعد از نماز ظهر هم 2 رکعت آمده و هم 4 رکعت آمده، 2 تا روایت داریم، یکی روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه و یکی دیگر روایت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه، که رسول الله صلی الله علیه و سلم
وقتی که برمیگشتند بعد از نماز جمعه میرفتند در منزل دو رکعت نماز میخواندند. یا در روایت دیگر ایشون فرمودند که هر کسی که میخواهد نماز بخواند پس بعد از نماز جمعه 4 رکعت بخواند. هر دو روایت اومده، هم 4 رکعت اومده هم 2 رکعت اومده. شما بر هر دو حدیث عمل کردید هم اشکالی نداره، یعنی 6 رکعت بخوانید هم اشکالی نداره. و برخی از علما اینطور یعنی جمع کردند این دو تا روایت رو که اگر کسی بعد از نماز جمعه میخواهد در مسجد سنت بخواند 4 رکعت بخواند، اگر میخواهد که در منزل برود نماز سنت بعدی جمعه رو بخواند در اونجا 2 رکعت بخواند که سنت عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه بوده. آیا امکانش هست که انسان خدا را در خواب ببیند؟ بله امکان داره که انسان یعنی ببینه که در خواب ببینه که من الله متعال رو در خواب دیدم، اما الله متعال آن طوری که شما در خواب دیدید به هیچ عنوان یعنی نیست. یعنی هر چیزی که در وهم شما و در گمان شما بیاید که الله متعال فلان شکل و فلان قیافه هست، الله متعال برخلاف اون هست. لیس کمثلهی شیء، مانند الله متعال هیچ چیزی نیست. هر چیزی که در خواب شما، در رویای شما، در بیداری، در ذهن شما خطور بکند در مورد شکل و شمایل الله متعال، الله متعال برخلاف آن هست. الله متعال هیچ گونه شباهتی با بندگان ندارد و هیچ بنده و مخلوقی شبیه به الله متعال نیست. رنگ کردن مو برای زن اشکالی دارد؟ نه هیچ اشکالی ندارد، نه برای مرد اشکال دارد و نه برای زن اشکال دارد، هر دو مورد صحیح هست. حتی رنگ سیاه هم جایز هست، منتها علما یک صورتی رو استثناء قرار دادند، یعنی در صورتی که رنگ مو منجر به تدلیس بشود، یعنی به منظور فریبکاری بشود. به طور مثال یک مردی میخواد برود خواستگار، وقتی که برای خواستگاری میرود قبولش نمیکنند که مثلا مشخص هست که مویش سفید هست و سنش بالا هست، برای فریبکاری مثلا مویش رو رنگ سیاه میزند. این مورد رو علما گفتند که جایز نیست. در صورتی که برای فریبکاری نیست، زن میخواد برای شوهرش آرایش بکنه مویش رو رنگ بکند، یا مرد میخواد برای زنش مویش رو رنگ بکند، هیچ گونه ممانعت شرعی وجود ندارد. آیا گفتن دروغی کوچک مثل این که من موهام رنگ نکردم گناهه؟ ببینید دروغ هر چی باشه، چه کوچک باشه، چه گناه باشه، چه بزرگ باشه، یکی از گناهان کبیره هست. زیرا که دروغ یعنی کتمان حقیقت، حقیقتی که نباید کتمان بشود، شما میخوای آن را کتمان بکنید. اما اگر یک مطلبی هست که یعنی نمیخواید به دیگران بگویید، راهش در این زمینه این است که شما تعریض بکنید، یعنی با کنایه حرف بزنید، طوری که اون طرف مقابل مثلا اون منظوری رو که شما دارید یک منظور دیگری رو یعنی متوجه بشود. لازم نیست که حتما تمام جزئیات زندگی خودتون رو کف دست در معرض دید و سمع و بصر دیگران قرار بدید. بسیار از چیزها هستن در زندگی انسان که جز خصوصیات زندگیش هستن. اگر کسی هم از شما پرسید مجبور نیستید که واقعیت رو بگید، میتونید یک جواب گنگ و یعنی دو پهلوی بدید تا اینکه در واقع حفظ اسرار زندگیتون باشه. وام ازدواج بارها عرض کردم که مانند بقیه وامهایی که درصد فایده و سودی دارن و بیشتر از آن مبلغی که شما دریافت کردید در طول مدت چند سالی یا چند ماهی مجبور هستید که بیشتر از آن را پرداخت بکنید، از نظر شرعی این جزو تعریف ربا هست و ربا هر مقداری که باشد، هر درصدی که باشد، از نظر شرعی حرام هست. ناخن بلند گناه هست؟ گناهی به این معنی که بگیم که در این زمینه وعیدی وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور مثال نفرین کرده باشند هر کسی که ناخودش بلند هست، یا در دنیا و آخرت چنین و چنان عذابی را دارد، نه چنین وعیدی ثابت نشده.
گرفتن ناخن جز سنت ها هست، جز آداب اسلامی، جز خصلت های فطری و بشری هست. و کسی که ناخنش را بلند بگذارد که بلند بشود، در واقع خلاف فطرت عمل کرده، خلاف سنت عمل کرده. اما این که بگیم که گناهکار هست یا چه مقدار گناهی برگردنش باشه، یا این که یک وعید شرعی در حق اون وارد شده باشه، نه، هیچ گونه وعیدی در این باره وارد نشده. آیا در حالت ناپاکی قسم قبول می شود؟ بله، شما وقتی که سوگند می خورید، ولو این که انسان در حالت بیوضوی باشد یا در حالت جنابت باشد، وقتی که کسی قسم بخورد به نام الله که من فلان کار را انجام می دهم یا من فلان کار را انجام نمی دهم، این سوگند سوگند منعقیده‌ای هست، یعنی یک قسمی هست که از نظر شرعی منعقد شده و شما موظف هستید که بر محتوای آن حتما باید عمل بکنید. آداب گرفتن وضو در حمام. آداب وضو این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که وضو می گرفتن، قبل از وضو می گفتن بسم الله، یعنی بسم الله رو می گفتند. و این که انسان قبل از وضو باید نیت داشته باشه، یعنی نیت بکنه. نیت یعنی چی؟ لازم نیست که شما بر زبان خودتون یک جمله ای را به عربی یا فارسی یا بلوچی یا هر زبان دیگری بر زبانتون بیاورید. نیت یعنی تصمیم قلبی شما، اراده قلبی شما. شما الان میخواهید چه کار بکنید؟ میخواهید بلند بشوید بروید وضو بگیرید. برای چی وضو میگیرید؟ برای اینکه قرآن رو دست بزنید، تلاوت بکنید، یا اینکه میخواهید که مثلا نماز بخوانید، میخواهید بروید طواف انجام بدهید. خود همین نیت شما هست دیگه. تکرار یک جمله ای که شما بر زبان بیاورید لازم نیست، و همون نیت هست. همراه با نیت میخواهید بروید وضو بگیرید و قبل از آن بسم الله رو میگویید. بسم الله. و اولین کاری که در وضو انجام میدهید این است که تا سه بار دسته ها را تا بند بشویید. این جز سنت های وضو هست، شستن دسته ها تا بند دسته، مرتبه دسته ها را به صورت کامل بشویید. بعد از این که دسته ها را شستید، نوبت مزمزه و استنشاق هست. مزمزه و استنشاق. مزمزه یعنی این که آب را در دهان بکنید و بگردانید، آب را در دهان خودتان بگردانید تا سه مرتبه. و مرحله بعدی این است که تا سه مرتبه بینی را آب بکشید، هم به اصطلاح آب را بالا بکشید در بینی، و هم این که با فشار نفس آب را از بینی خارج بکنید. اینو میگن مزمزه و استنشاق. استنشاق یعنی بالا بردن آب در بینی، و استنصار یعنی بیرون کردن آب از بینی، یعنی با فشار نفس بینی رو تمیز بکنید. این مرحله اول هست. و بعد از آن صورت را میشورید. بعد از آن صورت را میشونید. شستن صورت در زبان عربی و در اصطلاح فقهی که وجه گفته میشود، یعنی هر چیزی که با آن مواجهه میشود، یعنی وقتی که شما یک فردی شما را روبرو ببیند، چه قسمت هایی از این گردی صورت شما را میبیند، اون قسمت باید شسته بشود. و فقها اینو در تعریف وجه گفتند که از جایی که مو به اصطلاح میروید، موی سر، این از قسمت که پیشانی شروع می شود تا زیر چانه، و از دو تا نرمه گوش، از این نرمه گوش تا این قسمت، این محدوده چهره هست که حتما باید در هنگام وضو شسته بشود. سه مرتبه این صورت خودتان را می شوید. و بعد از آن دست راست را، بعد از آن دست راست را از بند دست تا آرنج، تا آرنج، و این آرنج هم جزء وضو هست، یعنی تا بالاتر از آرنج سه مرتبه باید شسته بشود. و بعد از آن سمت چپ، دست چپ را به همین کیفیت سه مرتبه باید بشورید. و وقتی میگم سه مرتبه باید بشورید، نه، بایدی نیست. یک مرتبه هم شستید تمام اعضا را، هم چهره را، هم دسته ها را و هم پاها را. اگر یک مرتبه شما به گونه ای شستید که آب به تمام قسمت های بدن شما، دست شما رسید، کافی هست. دو مرتبه شستید هم خوب هست.
سه مرتبه شستید، این دیگه از همه بهتر است. یعنی کامل ترین حالت وضوء همین هست که شما هر عضوی را سه مرتبه بشویید. بیشتر از سه مرتبه حرام، اسراف هست، خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و بعد از آن سر را مسح میکنید، و بعد از آن مسح کردن سر هست. مسح سر به صورت کامل باید انجام بگیرد. یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم کیفیت وضوش این بوده که سر را از اینجا میگرفتن، دسته ها را به این صورت که بالای سر میگذاشتن، اینو میبردن تا قسمت پشت سر و دوباره بر میگرداندن تا قسمت جلوی سر. این روش مسح کامل هست. اگر شما بخواید این به این کیفیت هم اگر مسح بکنید، یعنی دست رو بگذارید روی فرق سر و بکشید دو قسمت به اطراف سر، این هم از نظر شرعی به اصطلاح اشکالی نداره و هر دو صورت جایز هست. و بعد از آن که سر را مسح کردید، در مرحله آخر پاها را میشورید، اول پای راست و بعد از آن پای چپ، و بعد از آن هم دعای وضو را اگر یاد داشتید میخوانید. این روش وضو گرفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. شما اهل کجایید؟ زادگاه من گشت سراوان و سیستان و بلوچستان، اما متعلق به همه عزیزانی هستم که زبان مرا و میفهمند و صدا و دعوت من به آنها میرسند. خانواده ای که تو را دوست نداشته باشند و به تو توجه نکنند، تو هم مثل خودشان رفتار کنی، گناه اینه. ببینید، در مورد صله رحم با خانواده، صله رحم یکی از واجبات شرعی هست. همه من و شما باید صله رحم رو انجام بدیم. صله رحم یعنی برقرار کردن رابطه خویشاوندی با خویشاوندانمون، رفت و آمد داشته باشیم، جویای احوالشان بشویم، مشکلاتی داشتند کمکشون بکنیم، این معنی صله رحم هست. اگر دور بودیم برایشون دعا بکنیم، جویای احوالشون باشیم. صله رحم معنیش این است که شما وظیفه ای رو که برگردنتون هست انجام بدید. تمام افراد یک خانواده در دایره یک خانواده و فراتر از اون، یعنی بیرون از دایره خانواده، خویشاوندان نزدیکتون، هر کسی که نزدیکتر هست به شما، برشون گردن شما حق بیشتری دارند. یعنی در مورد صله رحم اونها اولویتی رو دارند. به طور مثال اول خواهراتون، برادراتون که در یک دایره هستید، بعد از آن اموهایتون، در درجه بالاتر مثلا اموزادگانتون و فرزندان خاله و داییهایتون، به همین ترتیب که فراتر برود، هر کسی در حد خودش. وظیفه شما صله رحم هست، اما معنی صله رحم این نیست که هر کسی با من ارتباط داشته باشد من با او ارتباط برقرار میکنم. اگر کسی با من قهر باشه، خونه من رفت و آمد نداشته باشه، جواب تلفن منم نده، به من پیام نده، منم کاری به اون ندارم. نه، این اخلاق اسلامی نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لیس الواصل بالمکافئ، و واصل اون کسی که صله رحم میکند، رابطه خویشاوندی رو برقرار میکند، آن کسی نیست که تلافی میکند. یعنی چون که خواهرم خونه من اومده، من هم باید برم خونه اون سر بزنم. چون که عمویم، عموزاده من با من تماس میگیرند، احواجویای احوال من هستم، من هم متقابلا با اونا خوبم. اما فرض کنیم که فلان دایی من یا فلان خیش و قوم من، چون که با من ارتباط نداره، خونه من رفت و آمد نداره، پس بنابراین من هم قطع رابطه میکنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن این تقابل و این که به صورت چون که خونه من آمده من خونش میرم، نه، این صله رحم نیست. ولیکن الواصل من اذا قطعه وصله، بلکه واصل اون کسی هست وقتی که او کما قال النبی صلی الله علیه و سلم، وقتی که کسی از خویشاوندان شما رابطه خویشاوندیش را با شما قطع می کند، شما وصلش بکنید. اون رفت آمد ندارد، شما رفت آمد بکنید. خویشاوندتون به شما زنگ نمی زند، جویای احوال شما نیست، پیام نمی فرستد، در مراسم شما شرکت نمی کند، شما شرکت بکنید. واصل حقیقی، صله رحم حقیقی در واقع این هست. شما از جانب خودتون صله رحم بکنید
شما وظیفه شرعی خودتون رو انجام دادید، اما اگر خیشاوندتون پاسخ نداد و در واقع صله رحم نکرد، گناهش برگردن خودش هست. آیا نگهداری گربه در خانه مشکلی دارد؟ نه، هیچ گونه مشکلی ندارد. شما میتونید که گربه در خانه نگهداری بکنید، بهش آب و غذا بدید، منتها به شرط این که به گربه آب و غذا بدید، حقوق حیوانات را مراعات بکنید، نه اینکه گربه ای را بیارید در خانه و در واقع اون را از آب و غذا بگیرید تا اینکه بیمار بشود یا بمیرد. این گناه بسیار بزرگی هست. اگر آب و غذایش را میتوانید تامین بکنید، جایش را تامین بکنید، هیچ گونه اشکال و ممانعت شرعی ندارد. آیا خود ارضایی حرام هست؟ جمهور علما نظرشون بر این است که حرام هست. نظر بنده در این زمینه این است که خود ارضایی یک بسلا عمل غیر اخلاقی و غیر فطری هست. اما در مورد این که گناهی باشه یا وعیدی در موردش آمده باشه که در دنیا یا آخرت چنین و چنان عذابی برگردنش هست، چنین و چنان مجازاتی می شود، چنین چیزی در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان نشده. سکه قرض دادن از نظر شرعی حکمش چیست؟ اشکالی نداره اگر کسی مثلا طلایی رو به کسی قرض بده، سکه به کسی قرض داده باشه که اون مثلا قید بکنند که این طلا در من به شما میدم، شما از اون استفاده بکنید و هر وقتی هم که خواستید برگردانید به همین طلا برگردانید، خصوصا در جاهایی که به اصطلاح خود پول ملی یک کشوری ثباتی نداره و نوسانش بسیار زیاد هست، بخواهند مثلا با طلا معامله بکنند، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره و جایز هست. بعد از نماز صبح خوابیدن چه حکمی دارد؟ هیچ گونه اشکالی ندارد. بعد از نماز صبح اگر کسی خوابش گرفته بود، به طور مثال شب بیدار بود یا کارش طوری هست که بعد از نماز صبح باید بخوابه تا اینکه زودتر سر کار بره و با نشاط بتونه سر کار بره، از نظر شرعی هیچ گونه به اصطلاح ممنوعیتی وارد نشده. منتها سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه این بوده که بعد از نماز فجر در همون جایی که نماز خونده بودن در اونجا می نشستن تا وقت طلوع آفتاب، مشغول ذکر و تلاوت و اذکار بودن. این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. اما حدیثی که در این مورد وارد شده باشه که خواب بعد از نماز فجر رو بعد از خوندن نماز صبح مکروه باشه، حرام باشه، گناه باشه، چون این چیزی وجود نداره. حکم کتک زدن اولاد چی هست؟ ببینید در شریعت اسلامی الله متعال توصیه به احسان کرده که همان گونه که فرزندان باید به پدر و مادرشون احسان بکنند، خوش رفتاری بکنند و نیکی بکنند، پدر و مادر هم باید بر فرزندانشون احسان بکنند، نیکی بکنند و ارتباط صمیمی و دوستانه ای رو برقرار بکنند. و کتک زدن فرزندان یعنی آخرین مرحله هست، اونم در صورتی که انسان فکر بکند و مطمئن باشد که چون این کاری بالفرض اگر جواب بدهد، وگرنه به هیچ عنوان تا جایی که یعنی مطمئن نشدید و مجبور نشدید جایز نیست که در واقع فرزندان را کتک بزنید، مگر برای اینکه یک مصلحتی باشه و به عنوان
کنید آخرین راه چاره باشه. نصیحت کردید، توصیه کردید، ترغیب کردید، تهدید کردید و از طریق خانواده و دوستان و مثلا علما وارد شدید، اما باز هم دیدید که مثلا هیچ گونه تأثیری نداره و فقط مونده بود اگر تنبیه بدنیش بکنید شاید جواب بده، کار گناهی رو انجام ندادید. اما همیشه این در مد نظرتون باشه که تنبیه بدنی آخرین گزینه هست و اونم چیزی که در شریعت اسلامی وارد شده این که به اصطلاح تنبیهی باشه که یعنی آزاردهنده نباشه، طوری نباشه که به نیت تنبیه و به نیت تربیت کردن مثلا دست و پای کسی رو بشکنید، نه، این به هیچ عنوان جایز نیست. و همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم از زدن بر چهره و صورت منع کردن، هر کسی باشه، چه فرزند باشه، چه دوست باشه، چه حتی در هنگام جنگ و دعوایی هم که دارید، از نظر شرعی جایز نیست که بر صورت کسی رو به صلاح سینی یا مشت بزنید، این از نظر شرعی جایز نیست. آیا از رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه حدیثی آمده که هر کسی نماز نخواند کافر است؟ بله، در این مورد چندین روایت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایشون فرمودند العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، عهد و پیمانی که ما با مردم داریم، البته در این روایت بحث منافقان هست، فرمودند که نماز هست، الصلاه، فمن تركها فقد كفر، هر کسی که نماز را ترک بکند کافر هست. این حدیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم است. منتها علما در مورد مفهوم این حدیث نظری دارند و جمهور فقها نظرشون این است که در صورتی که انسان منکر نماز باشه کافر است. در این هیچ گونه بحثی وجود نداره. بل اتفاق تمام علما و تمام مذاهب نظرشون بر این است اگر کسی منکر فرضیت نماز بشود کافر است. اما اگر کسی منکر فرضیت نیست، مثلا به خاطر صرفا به خاطر تنبلی نماز نمیخواند یا یک وقتی نمازی مثلا چند وقتی رو میخونه یک وقتی رو نمیخواند به خاطر تنبلی، گرچه برخی از علما نظرشون بر این است خصوصا در مذهب امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه که با ترک نماز ولو این که شخص هم از روی تنبلی نماز رو ترک بکنه نه از روی به اصطلاح انکار، باز هم اون رو کافر میدونند و حدیث هم در این زمینه به اصطلاح صحیح و صریح هست و حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هست میگه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک هیچ کاری رو کفر نمیدانستند الا نماز را، یعنی ترک نماز را اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کفر میدانستند. تریاک فروشی حرام است. بله، حتی تریاک فروشی، مواد مخدر به صورت کلی و حتی دخانیات، تنباکو، سیگار و نمیدونم چرس و بنگ و هر چیزی که مخدرات باشه جز خبایث هست و از نظر شرعی ما هم استفاده از آن حرام هست و هم فروختن آن حرامه. غسل کردن را توضیح بدهید. غسل کردن، ببینید، اولا موجبات غسل را خدمت شما عرض بکنم. موجبات غسل، با چه کارهایی بر انسان غسل واجب می شود؟ اولین چیزی که اولین مورد از موجبات غسل به صورت احتلام هست. احتلام یعنی چی؟ یعنی خروج منی. خروج منی در حالت خواب، این رو میگن احتلام. به تعبیر عامیانه میگن که طرف مثلا شیطانی شده، احتلام شده. با خروج منی از بدن غسل بر انسان واجب میشود. الان این خروج منی اگر در خواب باشد هم بسلا غسل واجب میشود، اگر در بیداری باشد هم غسل رو در واقع واجب میکند، چه در خواب باشد چه در بیداری. وقتی که در خواب هست، اگر انسان وقتی بیدار شد در ذهنش هست که مثلا خواب دیشب خواب دیده، احتلام شده، اما وقتی که بیدار شد آثاری از احتلام ندید،
هیچ چیزی بر روی لباسش نبود، در این صورت غسل بر این شخص لازم نیست. اما برعکسش، اگر یک فردی اصلا یادش نیست، یادش نمیاد که مثلا دیشب احتلام شده باشه، شیطانی شده باشه، اما عملا در لباس خودش آثار منی را دید، در این صورت غسل بر اون واجب هست. پس بنابراین اولین موردی که غسل را واجب میکنه خروج منی هست، چه در حالت خواب باشد چه در حالت بیداری باشد. این مورد اول هست. مورد دوم همبستری هست. مورد دوم همبستری هست که زن و شوهر با هم دیگر همبستری بشن. در همبستری به محض این که همبستری صورت بگیرد، به اصطلاح معروف دخول انجام بگیرد، ولو این که دو طرف ارضا نشوند، ولو این که منجر به انزال و خروج منی نشود، صرفا همین که عمل همجنسی انجام بشود، این جزو موجبات غسل هست، جزء موجبات غسل است. و یکی دیگر از موجبات غسل تمام شدن حیض و عادت ماهیانه و همچنین نفاس است. بعد از زایمان وقتی که زن پاک می شود، یا بعد از عادت ماهیانه وقتی که زن پاک می شود، در این صورت هم بر اون غسل واجب است. این سه مورد از موردهای اساسی هستند. و یک مورد دیگری هست، مثلا کسی که تازه مسلمان می شود یا فردی که از دنیا می رود، میت کنی بحث جداگانی هست. اما معروف ترین مواردی که غسل رو واجب می کنند همین سه مورد است: خروج منی، چه در حالت بیداری باشد چه در حالت خواب. دوم همبستری، صرفاً با دخول ولو این که ارضایی صورت نگیرد، منی خارج نشود. و سوم بعد از نفاس و بعد از عادت ماهیانه. اینا موجبات غسل هست. اما غسل رو به چه صورت انجام بدم؟ اولین چیزی که در غسل هست همون نیت هست. نیت هم قبلا در مورد وضو عرض کردم که یعنی این که شما تصمیمتون این هست که من میروم غسل بکنم تا اینکه پاک بشم. ببینید عزیزان، حمام کردن، استحمام، آبتنی کردن با غسل هیچ گونه تفاوتی رو نداره. غسل یعنی شستن. ببینید غسل به معنی شستن هست. غسل با فتح غین به معنی شستن هست. وقتی که میگه غسل با ضمه وقتی میاد یعنی آبتنی کردن، یعنی کل بدن را شستن. اولین مورد همون نیت هست. نیت یعنی چی داره غسل؟ خب یک فردی مثلا زنی تازه عادت ماهیانش تمام شده، میخواد برود غسل بکند. خب طبیعتا غسل میکند برای چی؟ برای اینکه پاک بشود. اصلا در وجود انسان هست، وقتی که میرود برای غسل، خصوصا بعد از عادت ماهیانه یا بعد از جنابت، به چه نیتی میرود؟ نیتش این است که پاک بشود. همین کافی هست. لازم نیست که شما در ابتدای غسل مثلا یک جمله را به عربی بخوانید یا فارسی بخوانید که من میخوام غسل بکنم تا پاک بشم. همین که در قلب شما اومده، به همین خاطر بلند شدید رفتید حمام که پاک بشوید، این حالت جنابت، حالت حیض از شما برطرف بشود، همین اندازه کفایت میکنند. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که قبل از وضو، قبل از غسل وضو می گرفتن. یعنی این که ابتدا رسول الله صلی الله علیه و سلم دستای خودشون رو تا بند دست می شستند. غسل جنابت رو عرض می کنم. قبل از هر چیزی، خصوصا در زمان گذشته که به اصطلاح تفاوت داشته دیگه، طرز زندگی و روش زندگی، اولین کاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادن دسته ها رو تا بند سه مرتبه می شستند و بعد از آن استنجا می کردند. بعد از آن استنجا میکردن. استنجا البته معنی عامیانش این است یعنی شستن عضو تناسلی. استنجا یعنی شستن عضو تناسلی، گرچه معنی لغویش در زبان عربی استنجا به معنی از بین بردن نجوه هست. نجوه در زبان عربی به معنی پلیدی، به معنی نجاست هست، یعنی به معنی پاک کردن محل خروج نجاست بعد از قضای حاجت. این رو میگن استنجا. اگر نیازی بود رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو انجام میدادن. بعد از آن وضو میگرفتن، دقیقاً مانند وضوی نماز. بعد از استنجا وضو میگرفتن، دقیقاً همون چیزی که در برای نماز چطور وضو میگیری، دقیقاً همون به همون کیفیت وضو میگرفتن. بعد از این که وضو میگرفتن، البته با یک تفاوتی، اگر شما در یک جایی هستید که مثلا زیر پایتون آب جمع میشه، یا حتی اگر جمع هم نشود، به نظر من اولاتر این است که در وضویی که قبل از غسل هست، شستن پاها رو بگذارید برای آخر غسل.
بعد از اینکه کاملا بدنتون رو شستید و آخرین مرحله میخواستید که از زیر دوش بیرون بیایید، در اون مرحله پاهای خودتون رو آب بکشید. یعنی در ابتدای غسل وضو بگیرید، یعنی دستها رو بشویید و با سرتون که مس میکنید و شستن پاها رو بگذارید برای آخر وضو. اگر برای آخر غسل، اگر اول غسل هم وضو رو کامل گرفتید هیچ اشکالی نداره، هر دو صورت درست است. بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم وضو می گرفتن، خب با اون کیفیت قدیمی که مثلا غسل میکردن، شما یک تشت آب جلوی رویتون باشه چطوری میخوای از اون آب بردارید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم آب بر می داشتن تا 3 مرتبه به این صورت و بر روی سر خودشون می ریختن و موهای خودشون رو ماساژ میدادن تا اینکه آب به بن موهاشون برسد. تا 3 مرتبه این کار رو انجام میدادن، تا 3 مرتبه 3 کف آب می گرفتن، بر روی سر خودشون می ریختن و بعد از آن سمت راست بدن خودشون رو آب میکشیدند و بعد از آن سمت چپ بدن خودشون رو و در آخر پاهای خودشون رو میشستند. این روش غسل رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. همبستری در هنگام حیض حرام هست یا خیر؟ بله، همبستری در هنگام عادت ماهیانه و همچنین در هنگام نفاس، یعنی خون ریزی بعد از زایمان، از نظر شرعی حرام هست. به تصریح قرآن یسالونک عن المحیض که الله تعالی می فرماید که ای پیامبر، تو را در مورد محیض یعنی عادت ماهیانه سوال می کنم. قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهر. در هنگام عادت ماهیانه از زنان کناره بگیرید. کناره بگیرید یعنی این که با آنها همخوابگی نداشته باشید. همچنین در حالت بعد از زایمان، در حالت نفاس، در این دو صورت تا زمانی که خون ریزی وجود داره از نظر شرعی همبستری هم جایز نیست. سلام، اگر شوهر صورت زن را اصلاح کنه حکمش چیه؟ حکمش اینه که دیگه خرج آرایشگاه از گردنش میفته و کار خوبی است و اشکال شرعی هم نداره و صرفه‌جویی در هزینه ها هست. و دوستانی که به اصطلاح سوالات رد میشه، من بسیاری وقتی که مشغول صحبت کردن هستم بعضی از سوالات رد میشه، من متوجه نمیشم. نیت نماز با زبان خوانده میشود یا خیر؟ نه، در هیچ عبادتی از عبادات اسلامی، در هیچ عبادتی تلفظ کردن نیت جز شرایط عبادت نیست، نه در نماز، نه در روزه و حتی در حج هم تلفظ نیت لازمی نیست. نیت کار قلب هست، نیت کار دل هست. همان گونه که با اعضای خودتون شما یک کاری رو انجام میدهید، نیت کار دل هست و وظیفه دل هست. یعنی این که اگر در میان زبان شما و دل شما یک اختلافی به وجود بیاد، یعنی شما در دلتون یک چیزی دیگر دارید، در زبان یک چیزی دیگر بر زبانتون میاد. به طور مثال الان وقت نماز ظهر هست، وقت نماز ظهر باشه و شما رفتید نماز ظهر را بخوانید، اشتباهی بر زبانتون اومد که به قول مثال وقتی که نماز میخونند و همه عادت کردن نویت و انوصالی صلات العصر، نماز عصر رو میخونم. خب وقتی نماز ظهره، الان شما با زبان گفتید که من نماز عصر رو میخونم، در این صورت اشکالی داره؟ نه، هیچ اشکالی نداره. اون نیتی که در قلب شما هست اون اعتبار داره. این که بر زبان گفتی نماز اصل، این اصلا اعتباری نداره. یعنی تلفظ نیت با زبان هیچ گونه اصلی در شریعت اسلامی نداره و اعتباری هم نداره. در صورتی که زبان شما با قلب شما، دل شما یکی نباشه، در دلتون نماز ظهر هست با زبان میگی نماز عصر، همون چیزی که در دل هست اون معتبر هست.
همین که شما میدونید الان اذان ظهر گفته، شما از خونه بلند میشوید میروید مسجد برای خواندن نماز ظهر، همین نیت شما هست. وقتی اقامه شد، یعنی وقتی که میدونید شما وقت نماز ظهره، الان بلند میشوید برای خواندن نماز ظهر، لازم نیست که در دل خودتون یا در زبان خودتون بگه که من الان نماز ظهر نمیدونم فلان روز رو میخونم پشت سر فلان امام و رو به طرف قبله. نه، هیچ کدوم از اینا لازم نیست. همین که شما میدونید وقت نماز ظهر هست در خونه، یا خانمایی که در خانه نماز میخونند یا آقایونی که در مسجد میروند نماز میخونند، خود شما که میدونید وقت نماز ظهر هست، برای نماز ظهر بلند شدید، وضو گرفتید، رفتید مسجد، همین کفایت میکنه. تلفظ نیت نه سنت هست، نه واجب، نه فرض هست. حتی یک باری هم از رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه ثابت نشده که در ابتدای نماز یک جمله ای رو به عنوان نیت تلفظ و زمزمه کرده باشد. آیا نگه داشتن سگ توی خانه حرام هست؟ اگر سگ بدون مورد باشه، یعنی غیر از مورد نگهبانی باشه، غیر از مورد سگی که برای صید هست یا برای حفاظت از گله هست، غیر از این باشه جایز نیست. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند کسی که غیر از این موارد سگی رو نگهداری بکند، هر روز یک قیراتی از ثواب اون در واقع کاسته می شوند. یک حکم شرعی هست که الله متعال رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه اعلام فرمودند. منتها اگر سگی که به خاطر یک مصلحتی هست و نیازی هست، اون بحثش کاملا جداگانه هست. حکم عقد مسیار چیست؟ عقد مسیار در اصل و در اصول خودش و در اساس خودش هیچ گونه، هیچ یکی از ارکان عقد را کم ندارد، هیچ یکی از ارکان عقد را کم ندارد. عقد مسیار یعنی چی؟ مسیار از یسر گرفته شده، یعنی عقدی که، ازدواجی که آسان گرفته بشود، و اصطلاحاً به عقدی گفته می شود، به ازدواجی گفته می شود که زن از برخی از حقوق خودش، به میل خودش، به رضایت خودش، برخی از این حقوق را بر، یعنی طالب نیست از شوهرش، میگه من برخی از این حقوق زناشویی خودم را که به عنوان عقد زناشویی بر شوهر لازم هست، من بعضی از اونها را نیاز ندارم. به طور مثال یکی از حقوقی که بر مرد لازم هست مهریه هست، باید مهریه بده. خب یک زنی بگه که من مهریه نمیخوام، مهریه خودم را هرچی باشه من بخشیدم، مثلا مهریه باشه یک جلد کلام الله، خب ازدواج درسته، با توافق دو نفر صورت گرفته. یک زنی بگوید که هم هر زنی بر شوهرش حق مسکن داره، یعنی یک مسکنی باید برایش تأمین بکند، چه مسکن اجاره‌ای باشه، چه ملک خودشون باشه، به هر صورت در یک جایی باید این زن را اسکان بده. یک زنی میگوید که من نیازی به مسکن ندارم، خودم از طرف خودم منزل دارم، نیازی به مسکن ندارم، حق مسکن رو من بخشیدم به شوهر. خب ازدواجشون ازدواج درستی هست، یعنی ازدواج عقد دائمی هست، با اجازه ولی هست، در حضور دو نفر شاهد هست، عقد کاملی هست دیگه، هیچ چیزی رو کم نداره. منتها زن میگوید که من نیازی به خرج و هزینه ندارم، من نیازی به نفقه ندارم، یا من نیازی به منزل ندارم، یا من نیازی اصلا به این ندارم که شوهر هر شب مثلا منزل من باشه، فقط در هفته مثلا چند روز مثلا بیاد منزلش، یعنی با توافق هم دیگر. این یعنی عقد مسیار، یعنی عقدی و ازدواجی که زن به رضایت خودش و بنابر مصلحت خودش برخی از حقوقی را که به موجب عقد ازدواج بر شوهر لازم هست از آنها تنازل میدهد، و این از نظر شرعی و قول جمهور علما این است که اشکالی نداره و عقد کاملا صحیح است، زیرا که ارکانش کاملا صحیح هستند. کاشت ابرو یا مژه برای دختر مجرد که کم پشت هستند گناه؟ به صورت کلی اگر میجه یا ابرو بگونه ای هستند که یعنی زشت جلوه میکنه، یعنی غیر طبیعی هستند،
کم پشت هست، و یعنی اینکه بعضی طبیعی هستند. الان مردم که خیلی وسواس پیدا کردن در این زمینه، فکر میکنند که مثلا ابروشون اشکال داره، در صورتی که اشکال نداره، اما چون که مود یک چیزی دیگر شده، الان فکر میکنند که من چون که مثل ابروی من مثل مود به اصطلاح مروج نیست، پس بنابراین اشکال داره. نه، اگر واقعا ابروی کسی بگونه باشه که یک عیب شمرده بشود و به عنوان مثلا یک بیماری مثلا ابرویش ریخته باشه، در این صورت کاشت ابرو اشکالی نداره و جایز هست. چرا میگن نباید شب خانه را جادو کرد؟ جارو کرد، جارو، جادو نه. نه، کسی همچین حرفی رو نزده، کسی همچنین حرفی را نزده. اینا توهمات برخی از مردم هست، خرافاتی هست که مردم در ذهنشون میچرخه، و متاسفانه از این قبیل خرافات خیلی زیاده در جامعه هست. در شب جارو کردن منزل هیچ گونه عیب و ایرادی، کراهتی، اشکال شرعی ندارد و برای نظافت هیچ زمان مشخصی وجود نداره. در هر وقتی در شب یا روز از نظر شرعی نظافت، جارو کردن خانه، شستن ظرفها، غسل کردن، وضو گرفتن، ناخن گرفتن، در هر وقتی باشه از نظر شرعی اشکالی نداره. اینا متاسفانه خرافاتی است که انسانهای جاهل و نادان یا احیانا انسانهای مغرض اینها رو در جامعه رواج میدند. در خانه ما همه میترسند و احساس میکنند که یک کسی مثلا تعویزی برایشون شده یا کسی اذیتشون میکنه، چه کار بکنند؟ بهترین راهش این است که شما تجربه بکنید و تلاوت قرآن را، تمام اهل خانه قرآن تلاوت بکنند و خصوصا سوره بقره را. سعی بکنید که همیشه سوره بقره را در منزل خودتون بخونید. برخی از سلف و اولیاء الله این خوندن سوره بقره را جز عادات همیشگیشون بوده در منزل، یعنی حتی فرزندانشون را میگفتند، اهل خانه را، که به نوبت این سوره بقره را بخونند. و شما سعی بکنید همیشه سوره بقره را بخونید، صدای قرآن در خونتون همیشه باشه و معوذتین را همیشه بعد از نمازها حتما بخونید، قبل از خواب همیشه وضو بگیرید، با وضو بخوابید و قبل از خواب هم این معوذتین را و اذکار خواب را بخونید. انشاءالله که این استرس و این ترسی که دارید به امید الله از بین میره. آیا کاشت مو گناه هست یا خیر؟ نه، در صورتی که کاشت مو نیاز باشه و به هر دلیلی موی کسی به اصطلاح ریزش کرده باشه و نیازی به کاشت مو باشه، از نظر شرعی اشکالی نداره و یکی از موارد یک نوع بیماری هست و علاج بیماری از نظر شرعی اشکالی نداره، بلکه جایز هست. مختصر و کوتاه جواب بدین. چشم، مختصر و کوتاهه، ولی بعضی از سوالات یعنی خودشون یعنی یه مقدار طولانی هست. من 3 سال هست نماز نخوندم، آیا کافر شدم؟ نه، عقیده من این نیست که شما کافر شدید. الان وقتی که توبه بکنید، الله متعال غفور و رحیم هست. شما توبه بکنید و توبهتون صادقانه باشه، یعنی این که در واقع توبه که کردید پایبند نماز بشوید، یعنی نماز فرضتون رو از این به بعد به صورت کامل انجام بدهید و توبهتون الله متعال قبول میکند. و از دیدگاه بنده لازم نیست که تمام نمازهای گذشته عمرتان را که به خاطر عمدن شما اونها را ترک کردید، از نظر بنده لازم نیست که اونها را دوباره شما اعاده بکنید. همین که توبه بکنید و توبهتون صادقانه باشه، از این به بعد پایبند نماز باشید، حکمش از نظر شرعی یعنی توبه شما قبول هست و واجب نیست که تمام نمازهای عمرتون رو در واقع دوباره اعاده بکنید. در مورد عقیقه پسر توضیح بدیم. عقیقه سنت مؤکده هست. عقیقه یعنی حیوانی که بعد از ولادت
در واقع فرزند باید ذبح بشه و حکمش سنت مؤکده هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حسن و حسین عقیقه فرمودند، یعنی گوسفندانی را ذبح کردند، یا به تعبیر عامیانه میگن قربانی بکنیم، عقیقه هست. و برای پسر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند 2 تا گوسفند و برای دختر 1 گوسفند، و شرایط این گوسفندان دقیقا مانند شرایط قربانی هست، یعنی از نظر سن و سال باید دقیقا مثل هم باشه، یعنی گوسفند کمتر از 1 سال قبول نیست. و همون عیبهایی را که برای قربانی مانع صحت هستند، برای عقیقه دقیقا همونا هستند، و از نظر مصرفش هم دقیقا مانند هم هستند، یعنی این که اگر کلش را خوده، کل گوسفندی را که ذبح کردید خودتون خوردید، نوش جانتون. اگر به همسایه هم دادید، خب کار خیری را انجام دادید. اگر هدیه دادید یا به فقرا دادید، اون هم از نظر شرعی درست است، هیچ گونه اشکالی نداره. احکامش دقیقا مانند احکام اضحیه و قربانی هست. و وقتش، وقت مسنونش بعد از، یعنی روز هفتم هست، که روز هفتم از نظر شرعی یعنی سر نوزاد تراشیده بشه و نامگذاری بشود، یعنی سنت همینه که در روز هفتم این کار انجام بگیرد و عقیقه انجام بشود، یعنی گوسفندی برای این کودک در واقع ذبح بشود. اگر روز هفتم نشد چیکار بکنیم؟ بهتر این است که روز 14 بشه. اگر روز 14 نبود، روز 21. اگر بعد از این به صلاح اتفاق نفتاد، هر وقتی که خواستید انجام بدید، هر وقتی که توانایی داشتید انجام بدید، اشکال نداره. حالا سوال دیگه، اگر کسی در زمان کودکی برایش عقیقه انجام نشده، حالا آیا الان خودش میتواند عقیقه برای خودش انجام بدهد؟ بله، هیچ گونه اشکال شرعی نداره، میتواند که بعد از این که خودش بزرگ شده برای خودش عقیقه انجام بده، بازم از نظر شرعی جایزه، اشکالی در این زمینه وجود ندارد. اما عرض کردم که اساسا عقیقه واجب نیست، یعنی جزو سنت های مؤکده هست. اگر خانواده توانایی مالی نداشتند و عقیقه رو انجام ندادند، هیچ گناهی برگردنشان نیست. با کاشت ناخن غسل صحیح هست یا خیر؟ متاسفانه صحیح نیست. کسی که کاشت ناخن بدون مورد انجام داده، یعنی نه این که به خاطر بیماری باشه، نه به خاطر این که ناخنش افتاده باشه، بی مورد کاشت ناخن کرده باشه، از نظر شرعی وضویش و غسلش جایز نیست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک فردی رو دیدند که در نماز میخوند و یک قسمتی از پایش خشک بود، میدرخشید، معلوم بود که آب بهش نرسیده. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشان دستور دادند که برود وضو و نمازش را اعاده بکند، یعنی برود دوباره وضو بگیرد و دوباره به صلاح نماز بخواند. پس بنابراین با کاشت ناخن نه وضو درسته و نه غسل درسته، و به تبع آن نماز هم درست نیست، باید وضوش را، غسلش را و نمازش را حتما باید اعاده بکند. میشه با ناخن بلند هم نماز خواند؟ بله میشه، از نظر شرعی یعنی اشکالی نداره، کسی ناخنش بلنده جایز هست نماز بخونه، نمازش کاملا صحیح هست. و معمولا این گونه هست که ناخن بلند به اسلام مانع رسیدن آب به زیر ناخن در واقع نمیشه، تفاوتی نداره که مثلا 1.5 سانتی مثلا ناخن بلند باشه یا مثلا بیشتر از اون باشه، و در هر صورت یعنی نماز درست، اشکالی ندارد. ازدواج شیعه با سنی در اصلش جایز هست، اصلش به عنوان این که هر دو نفر مسلمانند جایز هست، اما ما توصیه نمی کنیم به خاطر اینکه تفاوت عقیده منجر به اختلاف و درگیری در خانواده میشه، منجر به اختلاف در نحوه تربیت فرزند میشه، و عملا بسیاری از عزیزانی که این کار را انجام دادن موارد بسیار زیادی هست که به طلاق منجر شدند یا ظلم و ستمی بر هم دیگر کردند و نتونستند که سازگار بشوند، و توصیه ما این است که چنین ازدواجی صورت نگیرد. برای مریض، شفای مریض دعا بکنید.
من بنده همیشه دعاگو هستم. تمام عزیزانی که طلب دعا می کنند یا حتی طلب دعا نکردم، خودم یادم میاد. یعنی حتی برای تمام عزیزایی که یعنی در پیج با بنده هستم، خصوصا همیشه ذکر یعنی یادشون در ذهنم هست، دعا می کنم. جز دعاهایی که همیشه بر زبانم جاری هست این است که الله متعال به همه من و شما صحت و عافیت و سلامتی و صحت و عافیت دینی و دنیوی عنایت بفرماید. اگر کسی در حال نماز خواندن باشه، همون لحظه شیر یا پلنگ بیاد، آیا نماز قضا شود یا ادامه داد؟ یکی از عزیزان این سوال جواب داده بود، اگر در اون لحظه وضویت نشکست نماز رو ادامه بده، اشکالی نداره، اما اگر وضویت شکست دیگه خب نماز رو دیگه نمیتونی ادامه بده. سوالی هست که این واقعیت نداره، حالا شما کجا و شیر کجا؟ لطفا جواب سوال مرا بدید. رابط نمازهای مسافرتی چطوری هست و اینکه قضای نماز دو رکعتی میشه یا همون چهار رکعت؟ نمازهایی که در سفر قضا شده، چون که نماز اصلش همون دو رکعت هست در سفر، اگر شما در سفر خواستید قضای نماز سفر رو بیاورید، دو رکعت میخونید. خب در سفر هستید، نمازتون هم در سفر قضا شده، همون دو رکعت رو میخونید. و وقتی هم که برگشتید به منزل خودتون، به شهر خودتون، نمازی را که در سفر قضا شده در حضر هم همون دو رکعت رو میخونید، یعنی طبق همون اصلش هست. و برعکسش هم این گونه هست، برعکسش هم این گونه هست، یعنی این که شما نمازی رو در حضر فوت شده بود از شما، شما در منزل بودید، در شهر بودید، نماز رو شما قضا کردید، اگر در شهرتون میخونید خب همون چهار رکعت رو میخونید. اگر همین نمازی رو که در شهر فوت شده خواسته باشید در سفر بخونید، باید به صورت کامل بخونید، اون جز نمازهای سفر نیست، جز نمازهای حضر هست که قبلا فوت شده. فوت شده نماز مسافری رو در شهر وقتی که میخواهید بخونید، قضایش رو به صورت مسافری قضا میآورید. و نمازی رو که در حضر قضا شده، یعنی در شهر قضا شده، اگر خواسته باشید در سفر قضا بیاورید، به صورت اصلی نماز میخوانید، یعنی همون چهار رکعت رو باید به صورت کامل بخونید. کسی مرده در خواب ببیند در یک جای سرسبز هست و میگوید کسی برای من گریه نکند و جلوی من یک دریا هست. ببینید این خوابهایی که برای مردگان هست و الان هر خوابی یک تعبیری داره، تعبیر خواب تفاوت داره، نسبت به اشخاص تفاوت داره، نسبت به سن و سال تفاوت داره، نسبت به زن و مرد تفاوت داره. خوابی را که شما در زمستان ببینید با خوابی که در تابستان ببینید تفاوت داره و موارد خیلی زیادی هستند، گزینه‌های خیلی زیادی هستند که در تعبیر خواب یعنی مؤثر هستند. اما به صورت کلی تعبیر به اصطلاح خوابی که سبزه دیدید، گل دیدید و چمن دیدید و اینکه میتی رو دیدید که در جای سرسبزی بوده، با لباس زیبایی بوده و گفته جای من خوب هست، انشالله اینها نشانه های خوبی برای اموات هستن. و سعی بکنیم که اموات خودمون رو همیشه یعنی تو یادمون باشه برای دعا کردن، یعنی هر وقتی برای خودمون دعا میکنیم برای اموات خودمون همیشه هم دعا بکنیم. نماز خوندن با چادر نماز، حتما باید چادر نماز بپوشیم. مهم این که در هنگام نماز شما باید پوشیده باشید، بدنتون کاملا پوشیده باشه، نماز شما کاملا صحیح هست. لزومی نداره که الا و بالله حتما باید چادر نماز پوشیده باشید، نه، اگر با همون لباس خودتون، لباس پوشیده‌ای هست، لباسی نیست که تنگ باشه و به اصطلاح اعضای شما رو یعنی نمایان بکنه و کاملا بدن شما پوشیده هست، نماز شما از نظر شرعی درسته. یعنی برای صحت نماز لازم نیست که حتما شما چادر نماز بپوشید. در مذهب حنفی پر کردن و ترمیم نمودن دندان درست نیست، غسل صحیح نمی شود.
ببینید این از نظر شرعی جایز، اشکالی نداره. الان نمیدونم، شاید برخی از علمای فوق احناف گفته باشند اگر دندان رو پر بکنید غسل یعنی جایز نیست. این از نظر عملی یعنی فتوای درستی نیست. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و موارد شبیه به این به وجود آمده. به طور مثال یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ بینیش قطع شده بود، قسمت بینیش کاملا قطع شده بود، شمشیری رو قطع کرده بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون گفتن خب یک بینی از نقره براش درست کردن. خب این قسمت چهره جز مواردی هست که باید شسته بشه، یعنی فرض هست شستن به اصطلاح چهره در وضو. در مورد مزمزه در هنگام وضو یا غسل اختلاف وجود داره که آیا جز واجبات وضو یا غسل هست یا نیست، اما در مورد شستن چهره هیچ اختلافی وجود نداره، بل اتفاق تمام علما باید چهره شسته بشود. این صحابی قسمتی از بینیش در واقع بریده شده بود و به جایش بینی نقره‌ای گرفتند و درست کردند. خب اون قسمتی که زیر این به اصطلاح بینی مصنوعی بود شسته نمیشد، اما رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند این کار رو انجام بدید. پس بنابراین اولا در وضو مزمزه و استنشاق جز واجبات نیستن، جز سنت ها هستن. بالفرض هم که جز واجبات مثلا در غسل که بعضی از علما معتقد به وجوبش هستن باشه، از نظر شرعی اشکالی نداره، این جز ضروریات هست. الان فرض بکنیم یک فردی در به صورتی اصلا دندان پر نکرده باشه، فرض بکنید که چربی دور بر دندانش باشه. خب طبیعتا وقتی که انسان غذا میخوره، خصوصا افراد پیرمردی، افرادی که در بیابان زندگی میکنند و اهل مسواک و نظافت دهان و دندان نیستند، خب جرم میگیره دندان و دندان پوشیده میشه، احیانا چه بسا با غذای چیزی در لای دندان بمونه. خب این موارد هست. هیچ کسی از علما فتوا نداده که وضو یا غسل این فرد جایز نیست. پس بنابراین اگر کسی در دندان پر کرده باشه، دندان مصنوعی گذاشته باشه، بنابر روایتی قبلا خدمت شما عرض کردن، وضویش، غسلش و نمازش کاملا صحیح، اشکالی نداره. اگر کسی از فشار زندگی و گرفتاری خودکشی کند گناه آیا؟ بله، خودکشی در هر صورت گناه است و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که در دنیا با چه ابزاری خودش را بکشد، در روز قیامت الله متعال با همان ابزار او را مجازات خواهد کرد. یعنی عذابش در روز قیامت همون وسیله هست که خودش در دنیا خودش را با اون وسیله کشته. و قتل به صورت کلی گناه کبیره هست، تفاوتی نداره که قتل خود انسان باشه یا قتل یک انسان دیگری باشه، هر دو صورتش گناه هست و جز گناهان کبیر هستند. اما این جز وعیده هایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه به اصطلاح بیان کردن. یک اصل و قاعده رو بگم برای شما، یعنی این قاعده رو شما در نظر داشته باشید. بسیاری از مسائل ذهنی شما خصوصا در مورد وعد و وعید الله متعال حل میشه. ببینید، عقیده اهل سنت و الجماعت در مورد وعیدهای الله متعال، این که الله متعال به اصطلاح در آیات قرآن زیاد داریم که به اصطلاح وعده به جهنم داده برخی از گناهکاران را، یا این که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست هر کسی که فلان کار را بکند وارد بهشت نمی شود یا جایش در جهنم هست برای همیشه، اینا وعیده های شرعی هست. به صورت یک قاعده کلی، الله متعال تمام گناهانی رو که انسان مسلمان انجام میده، اینها در دایره مشیت الله متعال هستند. به چه معنی؟ به این معنی که اگر الله متعال بخواهد، حتی بدون توبه هم اینها رو میبخشد. مکفرات زیادی ما برای گناه داریم، یعنی موارد زیادی هستند که احتمال داره که سبب کفاره شدن گناه باشه. مثلا چی؟ مثلا این که انسان به اصطلاح کارهای خیر خیلی بسیار زیادی رو انجام داده، این گناهی که انجام داده در مقابل با نیکیهایش وقتی که مقایسه بشه اصلا گم میشه، این یکی از مکفرات هست. یا مثلا این که صدقه جاریه رو بعد از خودش داشته باشه،
یا اینکه در نماز جنازه به طور مثال 3 صف 40 نفر مثلا بر اون نماز جنازه بخونند و دعا بکنند برایش، یا اینکه در روز قیامت مورد شفاعت انبیا یا اولیا یا مؤمنان قرار بگیرد، یا اینکه در آخر عمر به طور مثال دچار یک مریضی و بیماری بشود. کفاره های زیادی هستند. پس بنابراین الله متعال امکان دارد که گناهان مسلمان را حتی بدون توبه ببخشد. الله متعال همراه با توبه تمام گناهان را می بخشد. تمام گناهان را الله متعال می ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناهان را با توبه الله متعال می بخشد. حتی گناه کفر و شرک را وقتی که انسان کافری توبه می کند مسلمان می شود الله متعال اون را می بخشد. اما غیر از گناه شرک ان الله لا یغفر ان یشرک به، که الله متعال این که به اون شرک بشود این رو نمی بخشد. در چه صورتی؟ در صورتی که فرد با شرک و کفر از دنیا برود، این بخشیده نمی شود. اما اگر داخل آخر عمر توبه بکند الله متعال گناهش رو می بخشد. در مورد وعد و وعید الله متعال عرض می کردم، تمامی گناهان و وعیده هایی که الله متعال داده و تمامی مجازاتی که در شریعت اسلامی به عنوان مجازات اخروی تعیین شدند، اینها در دایره اختیار و مشیت الله متعال هستند. شاید الله متعال لطفی کرد و این گناه ها رو مثل این وعید خودش رو عملی نکرد. یعنی این که لازم نیست و واجب نیست که الله متعال حتما وعیدی رو که داده وعید رو عملی بکنه. شاید لطف الله متعال و رحمت الله متعال شامل حال شد، گفت برو من تو رو بخشیدم و مجازاتت نکردم. هم امکان مجازاتش هست و هم امکان بخششش. وقتی که انسان توبه بکند توبه ما قبلش رو پاک میکند. التوبه تو تجب ما قبلها، یعنی ما قبل خودش را هر گناهی که انسان کرده باشه پاک میکند. بدون توبه هم که باشه باز هم انسان نباید از رحمت الله متعال ناامید باشه. افرادی که زن دوم میگیرند ولی حق به اصطلاح مراعات نمی کنند. یکی از شرایطی که برای تعدد همسر به اصطلاح در شریعت اسلامی ذکر شده عدالت هست. عدالت جزء اولویات هست. یعنی اگر کسی توانایی عدالت را ندارد و می داند که اگر من ازدواج دوم بکنم منجر به بی‌عدالتی می شود، منجر به حق کشی زن اول، فرزندان زن اول حق و حقوقشون ضایع می شود، برای چنین شخصی از نظر شرعی جایز نیست که زن دوم بگیرد. الله متعال صراحتا این رو در قرآن برای ما دیگه بیان کرده که و این خفتم فواحده، اگر شما ترسیدید که عدالت نمی کنید به همون یک زن اکتفا بکنید. و در حدیث اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ببینید به عنوان یک قاعده کلی تمام حقوق وقتی که حق مشخص میشه، یعنی چی؟ به طور مثال وقتی که زن و شوهر با هم دیگر ازدواج میکنن دو نفر، خب حقوق متقابلی رو دارن، هم زن بر مرد حق دارد و هم مرد بر زن حق داره. جز حقوقی که زن بر مرد دارد مهریه هست، مهریه که از حقوق هست، و حق دوم نفقه هست، نفقه رو باید بدهد. حق سوم مسکن هست، حق مسکنش رو باید بدهد. حق چهارم مبیت هست، یعنی این که مرد شب در منزل این خانم خودش باشه. در این موارد حتما باید قسم یعنی تقسیم کردن بر اساس عدالت. در این گونه موارد هست، هم در مورد نفقهش، هم در مورد مسکنش، و هم در مورد مبیت. این 3 مورد هستند. مبیت یعنی شب گذراندن. اگر یک شب در منزل به صلاح همسر اول هست، همسر دوم همین حق مساوی رو یعنی باید داشته باشه. وقتی که یک انسانی حق را ضایع بکند، یعنی این که الله متعال او را مؤاخذه میکند. حق مردم هست، حقوق الناس باید انجام بشه. و در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند وقتی که یک فردی بمیرد و دو زنی و عدالت نکرده باشد، در روز قیامت به گونه‌ای محشور می شود که یک قسمت از بدنش در واقع فلج هست. گذشته از این که در مورد عرض کردم که از نظر شرعی هر کسی حقی رو که داره باید پرداخت بکنه، وگرنه در روز قیامت حقوق
یعنی اعتراض کسانی که طلبکار حقی هستند از کسی دیگر، در روز قیامت این حقوق رو بر اساس اعمال خیر به صلاح از اونها گرفته میشه. یعنی از اعمال خیر بدهکار اون کسی که حق برگردنش از گرفته میشه و به اون طلبکار در روز قیامت داده میشه. دعا درست کردن پیش ملا گناه هست یا خیر؟ به نظر من گناهه. تعویض گرفتن از دیدگاه بنده از نظر شرعی جایز نیست. و به صورت کلی تعویضی که، یعنی ببینید تعویض رو شما باز بکنیم، تعویض نویسایی که هستند معمولا، یعنی توضیح دادم خدمت شما، توضیح خواهم داد که بعضی از علما تعویض رو جایز قرار دادن. به چه شرطی؟ به این شرط که تعویض حاوی آیات قرآن باشه، در تعویض آیه نوشته باشه، در تعویض دعایی از دعاهای مسنون نوشته شده باشه، دعایی از دعاهای مسنون نوشته باشه. همون علمایی که گفتن جایز هست به این شرط گفتن جایزه. از هر عالم مسلمان اهل سنتی شما سوال بکنید که در یک تعویزی مثلا نوشته شده باشه یا جبرئیل و یا میکائیل و یا مثلا ابلیس و استمداد از غیر الله باشه و اشکال و به اصطلاح شکلهای هندسی باشه و موارد نامفهومی باشه و در اون تعویز نمیدونم نخ باشه و مو باشه و ناخن باشه و از این به اصطلاح کسافتکاری ها، هر عالم اهل سنتی میگه که نه، این جایز نیست، حرامه. همون علمایی که گفتن تعویض جایز هست، کدوم تعویض؟ تعویضی که آیه از قرآن باشد یا احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. عرض کردم حتی همان دسته که میگن جایز هست، اما دیدگاه من این است که حتی همین تعویض هم جایز نیست. حتی تعویضی که آیه قرآن باشه یا احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. چرا؟ چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو انجام ندادن. تعویض رسول الله چی بوده؟ این بوده که معوذتین رو میخوندن، بر خودش میخوندن، قبل از خواب میخوندن، بر خودشون میدمیدن، بر فرزند خودشون حسن حسین معوذتین رو میخوندن، سوره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس رو میخوندن، دم میکردن، فوت میکردن بر فرزندان خودشون. هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم آیه از قرآن رو بر بچه خودشون، بر کمرشون، بر سرشون، بر گردنشون یا بر بازویشون نبسته. و بستن آیه قرآن بر بازو، شما خب انسان با این آیه قرآن داخل دستشویی میره، در حالت جنابت هست، زن در حالت حیض و نفاس هست، این یک نوع بی‌حرمتی هست. وقتی که شما میخوابید این آیه قرآن زیر بدنتون قرار میگیره، این بی‌حرمتی به آیات قرآن هست. به این خاطر است که نظر بنده این است که حتی تعویزی که از آیات قرآن یا احادیث رسول الله باشه، باز هم بستنش و آویزان کردنش بر بدن جایز نیست. آیا جشن گرفتن تولد حرام هست یا خیر؟ ببینید به صورت کلی جشن تولد یا همون جشن میلاد گرفتن یک عادت اسلامی نیست. ما در میان اهل سنت و الجماعت، در میان صحابه، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نه برای خودشون جشن تولد گرفتند و نه صحابه برای خودشون جشن تولد گرفتند، نه برای فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم. در قرون اولی ما چنین چیزی رو نداشتیم که جشن تولدی بگیریم برای کسی. و اساسا جشن تولد گرفتن یک عادت غیر اسلامی هست که وارد فرهنگ برخی از مسلمانان شده و فرهنگ مسیحی هست که ابتدای تاریخ خودشون رو میلاد مسیح قرار دادن و هر ساله هم میلاد مسیح رو جشن میگیرند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما توصیه کردند که ما با یهود و نصارا مخالفت بکنیم، یعنی آیین ما، روش زندگی ما باید مخالف با روش زندگی یهود و نصارا باشه. به این خاطر است که، یعنی بنده عرض میکنم که جشن تولد گرفتن گرچه جنبه به اصطلاح اخیرتی نداشته باشه، جنبه برکتی نداشته باشه، جنبه دفع شری نداشته باشه، باز هم یک عادتی است که حداقلش در ظاهر موافق و هماهنگی و همسویی با غیر مسلمان هست. پس بنابراین از آن اجتناب بکنید، این اولاتر و بهتر هست. اگر هنگام همخوابی بچه کنارتون خوابیده باشه حکمش چی هست؟ اگر که، یعنی بچه به اصطلاح کوچک هست و خواب باشه،
از نظر شرعی اشکالی نداره، اما در وقتی که بیدار باشه و شاهد باشه و که ببینه، در این صورت از نظر شرعی جایز نیست. تفاوتی نداره که بچه به اصطلاح کوچک باشه یا اینکه بزرگ باشه، در هر صورتی وقتی که بیدار هست و هر کسی باشه، یعنی چه بچه باشه غیر بچه، وقتی که شما مطمئن هستید که یک فردی غیر از خود شما دو نفر شما رو میبینن، در اون صورت هم بستری از نظر شرعی جایز نیست که در معرض دید دیگران باشه، چه فرزند کوچکتون باشه چه فرد دیگری. اما اگر بچه کوچکی است که معمولا تا مثلا شاید یک سال و دو سال مثلا معمولا با پدر و مادر میخوابند، اتاق جداگانی ندارند و خواب باشه، اشکالی نداره، گناهی از نظر شرعی هم نداره. بار بار توبه کردن چه حکمی دارد؟ بار بار توبه کردن از نظر شرعی واجب هست، یعنی هر وقتی که شما گناهی رو انجام دادید بر شما واجب هست که بعد از آن هم باید توبه بکنید. ولو این که صدها بار هزاران بار هم توبه کرده باشید و توبه را شکستید، باز هم از نظر شرعی بعد از این که گناهی رو انجام می دهید، گناهی از شما سر می زند، حتما باید توبه بکنید. این نباید، یعنی این یک وسوسه شیطانی و یک ترفند شیطانی هست که میگوید که من از بس که گناه کردم و توبه کردم و بعدش توبه شکستم، از خداوند خجالت میکشم که دوباره توبه بکنم. اگر شما اهل خجالت بودید، از الله متعال خجالت میکشیدید، گناه انجام نمیدادید. الان که در محضر الله متعال گناه انجام دادید، الان شیطان وسوسه تون کرده که من از توبه کردن خجالت میکشم. نه، این وسوسه شیطان و یک حربه شیطانی هست. تا زمانی که شما توبه بکنید صادقانه، مطمئن باشید که هزاران بار میلیون مرتبه هم توبه شکسته باشید، باز هم الله متعال توبه شما را میپذیرد. اگر هزارمین باری که توبه شکستید بعد از آن گناهی رو انجام دادید، باز هم توبه بکنید صادقانه، به همان گونه ای که الله متعال توبه اول شما را میپذیرفت، هزارمین توبه شما را هم الله متعال میپذیرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که، البته در مورد دیگری هست، الله متعال خسته نمی شود مگر آنکه شما خسته بشوید. یعنی این که هر مرتبه که شما توبه بکنید، توبه یک عبادت هست و عمل خیر هست، وقتی که شما توبه بکنید قطعا الله متعال از توبه پذیرفتن هم خسته نمی شود و هیچ گناهی نباید مانع این بشود که شما از الله متعال ناامید بشوید. ناامیدی از رحمت الله متعال کفر هست و انسان باید همیشه امیدوار باشه و مطمئن باشید که هر بار که توبه بکنید قطعا الله متعال توبه شما را، اگر صادقانه باشه، از صحیح دل باشه، توبه شما را قبول میکنه. کسی که قسمش را شکسته بنابر ضرورت دست روی قرآن گذاشته. دست گذاشتن روی قرآن یعنی لازم نیست. اگر کسی همینطوری بدون این که دست روی قرآن بگذارد قسم به قرآن خورده باشه، قسم معتبری هست، یعنی قسمش را باید وفا بکنه، یا قسم خورده به نام الله متعال قسمش را باید به اصطلاح کامل بکنه، یعنی اون کاری را که گفته انجام نمیدهم نباید انجام بده. اگر قسم خورده که فلان کار را انجام میدهم باید انجامش بدهد، در صورتی که کار خیری باشه، کار گناهی نباشد. اما اگر کسی قسمش را شکست چه کار بکند؟ حکمش این است که کفاره بدهد. اولا نباید قسم بخورید، ثانیا وقتی قسم خوردید نباید قسمتان را بشکنید، در صورتی قسم خیری باشه، قسم بر انجام گناه نباشه، و ثالثا اگر قسم را شکستید باید کفارش را بدهید. کفارش این است که به 10 نفر مسکین غذا بدهید، یک در حد یک نهار یا شامی، یا این که به 10 نفر مسکین لباس بدهید، یک تیکه لباس و بدهید، این مرحله دوم، یا برده‌ای رو آزاد بکنید که اگر که باشه که امروزه نیست، و اگر توانایی مالی نداشتید باید به جایش 3 روز روزه بگیرید. این کفاره قسم هست. کشیدن قلیان حرام هست یا خیر؟ خیلی پرسیدم، منم خیلی جواب دادم که از دیدگاه بنده کشیدن سیگار و قلیون و مخدرات دیگر جز خبایث هست و جز محرمات هستند، جز مواردی هستند که از نظر شرعی حرام هست.
فرد متأهل تا چه مدت میتونه از زنش جدا باشه؟ این برمیگرده به توافق زن و شوهر، به توافق زن و شوهر برمیگرده. اگر زن و شوهر با هم دیگه توافق کردند که به اصطلاح یعنی یک سال بمونند، کمتر بیشتر بمونند، این حق زن هست. وقتی که توافق کردن هیچ گونه اشکالی نداره، تا هر وقتی که توافق کردن. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایشون به عنوان یک بخشنامه قرار داده بود که هیچ مردی حق ندارد که بیشتر از 4 ماه از زنش جدا بشود. این یکی از بخشنامه های اجتماعی بوده در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. منتها این بستگی به دو طرف داره، یعنی با هم دیگر توافق کرده باشند، هر مقداری که از هم دیگر دور باشند گناهی نداره. دلیل بی‌برکتی چیست؟ دلیل بیبرکتی به صورت کلی نادیده گرفتن دستورات الله متعال هست. برکت از کجا میاد؟ صاحب برکت و مبارک کی هست؟ الله متعال هست. و برکتی که میاد از جانب الله متعال هست. برکت در چی چیز هست؟ در انجام دستورات الله متعال، انجام اوامر الله متعال و دست کشیدن از منهیات و گناهانی که الله متعال اونها رو گناه معرفی کرده. اگر ما پایبند نماز باشیم، پایبند زکات و صله رحم و بقیه عبادات باشیم، خب برکت در زندگی ما میاد. هر گناهی که ما انجام میدهیم به صورت کلی گناه نحوست دارد، گناه شوم هست، آثار سلبی هم از نظر ظاهری در زندگی انسان دارد، حتی در شکل و شمایل انسان هم تأثیر دارد. مثلا برخی از مردم را میبینید که از نظر به اصطلاح معیارهای به اصطلاح زیبایی زیبایند، یعنی قد و قوارهشون و اندامشون یعنی در اصل زیبا هست، اما از بس که دنبال گناه رفتند یک تاریکی و یک وحشتی رو شما در چهره هاشون میبینید. برعکسش میبینید انسانهایی رو که شاید از نظر ظاهری زیبا نباشند، اصلا پوستش مثلا سبز هست و سیاه هست، اصلا بعضی از افراد رو میبینید که واقعا یعنی از نظر معیارهای ظاهری و این موارد چیزی رو ندارن، اما اینقدر دل بنشین هستند و دل برو هستند که انسان یعنی با اونها احساس آرامش میکنه. این برمیگرده به همون معنویت و به انجام طاعات و عبادت. هر مقداری که انسان یعنی در زندگیش دچار گناه و معصیت الله متعال باشد، به همون اندازه برکت از زندگیش در واقع دور خواهد بود. نماز خوندن با لباس رکابی جایز هست یا خیر؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم از این مورد نهی فرمودند و ایشان فرمودند که لا یصلین احدکم ولیس علی عاتقه شی، وقتی که بر گردن شما چیزی نباشه، بر عاتق یعنی بر این صفحه گردن شما چیزی نباشد، پوشیده نباشد، نماز نخوانید. این جز مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرمودند. منتها این یک نوع کراهت در نماز هست و در اصل نماز جایز هست. اگر یک زن بیوه 3 شب پشت سر هم خواب ببیند که یک نوزادی در دستش هست، تعبیرش چی هست؟ انشاءالله که خدا بهش نوزادی بده. الله متعال تمامی کسانی را که بی همسر هستند، بیوه هستند یا دم بخت هستند، الله متعال همسر مناسب، جوان و شایسته و با ایمان و اخلاقی نصیبشان بکنه و الله متعال به همه شما فرزندان نیک و صالحی رو عنایت بکنه. بنده هم دعاگوی شما هستم که انشاءالله الله متعال موجبات و مقدمات بچه دار شدن رو انشاءالله برای شما فراهم بکنه. نماز خواندن در حالت نشسته به علت کمر درد روی صندلی نشستن جایز هست یا خیر؟ بله،
در صورتی که انسان یعنی بیمار باشه و نمیتواند که بیستد، از نظر شرعی باید بنشیند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: صلی قائما فان لم تستطع فقاعدا. اگر اول حکم شرعی این است که ایستادن در حالت نماز جز فرایزه، جز ارکان نماز است، قیام جز ارکان نماز است که حتما باید به صورت ایستاده نماز بخونیم. اما اگر کسی عذری داشته باشه، نمیتواند بیستد به خاطر بیماری، میتواند که بنشیند، بر روی صندلی بنشیند، هم جایز هست. اگر بر روی زمین بنشیند به صورت به اصطلاح چهار زانو، اینم جایز هست. اگر پاهایش رو دراز بکند هم جایز هست، هیچ اشکالی نداره. در هر صورتی که انسان توانایی داشته باشه نمازش رو باید بخواند. اما بدون عذر نشستن در نمازهای فرض جایز نیست. در نماز فرض قیام جزء ارکان و فرایض نماز هست که حتما باید ایستاده بخونیم. اما نمازهای سنت جایز هست که انسان بنشیند، جایز هست که انسان بنشیند. نشست خواندن نماز سنت نیست، این تو ذهنتون باشه. نشست خواندن نماز سنت نیست در هیچ نمازی. در نماز فرض که عرض کردم که ایستادن واجب هست و فرضه، اگر کسی توانایی ایستادن را دارد نشست نماز بخواند نمازش باطله، باید دوباره نماز از سر نو باید بخواند. اگر بیمار بود نشست خواند اشکالی نداره، نمازش جایز هست و درسته و نماز کامل به اون ثوابش رو میرسه. در نمازهای سنت جایز هست که انسان نشسته نماز بخواند، منتها وقتی که نشسته نماز بخواند غیر از عذر ثواب نمازش نصف هست، ثواب نمازش نصف است. اما این که انسان فکر بکنه که سنت هست که ما نشسته نماز بخوانیم، نه، چنین سنتی نداریم. نماز ایستاده در حالت قیام ثوابش دو برابر حالت نشسته هست. لیزر کردن خط ریش گناه یا نه؟ یعنی قسمتی که به اصطلاح روی گونه و رخسار هست گرفتن مویش جایزه، گرفتن مویش این قسمتش از نظر شرعی جایز هست. وقتی که گرفتنش جایز باشه، الان هر به هر عنوانی که باشه تفاوتی نداره، به صورت لیزر باشه، خط ریش بگیرید که خود ریش را که اون لحیین هست که بر روی دو تا فک هست، این از نظر شرعی جایز نیست. اما چیزی که بر روی گونه هست و به عنوان خط ریش و یعنی مرز بین ریش و به اصطلاح گونه ها باشه، این از نظر شرعی ممانعتی وجود نداره و جایز هست. کسی که به زنش میگه برو خونه پدرت نیا، آیا طلاق هست یا خیر؟ این جمله جز جمله های به اصطلاح مبهم هست، جمله های کنایه هست و کنایه نیاز به نیت دارد. یک تفاوت اصلی وجود دارد. اگر فردی زنش را طلاق بدهد با لفظ صریح برو خونه پدرت که من تو را طلاق دادم، صریح دیگه، معنی دیگری نداره. طلاق معنی دیگری غیر از طلاق ندارد. وقتی که مردی به زنش میگه تو طلاقی یا تو را طلاق دادم، خب یعنی طلاق داده، منظورش جدایی هست، این نیازی به نیت ندارد. اما وقتی که بگه برو خونه پدرت، من دیگه نیازی به تو ندارم، آیا طلاق میشود؟ نه، در این صورت طلاق نمیشود، مگر در صورتی که خودش نیتش طلاق باشه. اگر با این که میگه از خونه زن رو از خونه بیرون میکند برو خانه پدرت من دیگه تو رو نمیخواهم، اگر نیتش طلاق باشد یک طلاق رجعی واقع میشود، یعنی بعد از آن میتواند رجوع بکند. اگر نیتش به اصطلاح طلاق نبوده، گفته خب فعلا برو خونه پدرش تا پدرت تا آرامش به خونه ما برگرده، فعلا برو تا نمیدونم آب از آسیاب بیفته، یکمی آرامش پیدا بکنیم تا اینکه این ناراحتی از بین بره، نه، این به هیچ عنوان به جای طلاق نیست و طلاق محسوب نمی شود، مگر در صورتی که مرد از این جمله نیت و هدفش طلاق باشه. سلام، من مغازه دار هستم و مشتری که میاد میگه پول کارت به کارت کن که مالیات نیاد.
اشکالی نداره، اگر انسان میخواد که حقی رو که در گردن از کسی طلب داره، میگه اینو به صورتی به اصطلاح برای من بده که مالیات نیاد، اینو به حساب به اصطلاح به حساب نریز، یا اگر برعکسش از کارت به کارتش بکن تا اینکه مالیات نیاد، این از نظر شرعی اشکالی نداره. و اساسا مالیاتی ما در اسلام غیر از زکات نداریم. حق مالی که در شریعت اسلامی بر مال مسلمانان فرض هست زکات هست. زکات اونم 2.5% هست و با شرایط خاصی، سقف خاصی رو داره. بر هر مالی که مسلمان داره زکات لازم نیست. اقلام مشخصی هستند که زکات دارند و با شرایط خاصی زکات دارند. اما مالیات هیچ گونه وجاهت شرعی ندارد. حکم کتک زدن عروس توسط پدر شوهر و برادر شوهر، این کار غیر انسانی هست. هیچ انسانی نباید، یعنی فرد کسی دیگری رو به صلاح کتک بزند. کتک زدن در دنیا یک ظلم هست و ظلم در دنیا ظلمات در روز قیامت هست. در روز قیامت انسان رو در تاریکی ها می اندازد. و روایت معروفی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که مفلس من، مفلس امت من کسی هست که در روز قیامت با نماز و روزه و زکات و حج و اعمال صالح میاد، اما وقتی که میاد شاکی داره. شاکی چی داره؟ میگه یأتی و قد ضرب هذا، ضرب هذا و اکل مال هذا و شتم هذا، یکی رو فحش داده، یکی رو سیلی زده. این سیلی زدن به دیگران در روز قیامت از اعمال نیک انسان در واقع برداشت میشه و به هیچ عنوان جایز نیست که انسان خصوصا زن رو یعنی بزند. رسول الله صلی الله علیه و سلم، حتی خود شوهر، جایز نیست که انسان یعنی بدون دلیل یعنی همسر خودش رو بزنند. برخی از مردم میگن که بله در اسلام حکم زدن هست. خب اسلام رو کی عملی کرده غیر از این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم عملی میکند اسلام را؟ یعنی اجرای عملی اسلام توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. اما در هیچ روایتی و در هیچ کتابی از سیرت نیومده، بلکه برعکسش اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت کسی را نزدند، هیچ وقت کسی را نزدند، مگر اینکه در راه جهاد باشه، در وقت جنگ و درگیری بحث جدا هست. غیر از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کسی را نه زنی و نه غیر زنی را زدند. این زدن و اساسا این که انسان کسی را، خانمش را بزند، این نشان ضعف اون فرد هست، نشان مدیریتش هست. یعنی از نظر عاطفی، از نظر روحی، از نظر اجتماعی و تاثیرگذاری این فرد به اندازه ضعیف و ناتوان هست که نمیتواند بر زنش تاثیر بگذارد تا این که به اصطلاح یعنی مجبور به کتک زدن باشه. این در واقع نهایت ضعف و بیفرهنگی رو در واقع میرساند. صدایتون نیست، فکر کنم که صدا باشه، الان نمیدونم، اگر تازه قطع شده باشه. اگر صدا نیست دوستان دیگه اعلام بکنن ببینم، چک بکنیم. شخصی که قسم خورده هر دختری که در تقدیرم باشد طلاق است، آیا میتواند که ازدواج بکند یا خیر؟ خب آخه این چه کاری هست که انسان یعنی قسم بخوره که هنوز زنی رو ندیده و به زن نرسیده میگه زن طلاقه؟ انسان باید یک مقدار یعنی گفتار خودش رو، حرف خودش رو بسنجه و بزنه. و متاسفانه بسیار از مردم به خاطر دوری از فرهنگ اسلامی و عدم آشنایی با احکام اسلامی طلاق شده تیکیه کلامشون. تا حرفی میشه میگه الا بالله، نمیدونم یک دو سه زن طلاق باشه اگر چنین بکنم و چنان نکنم. یا زنم، زن هنوز زن نگرفته، طرف میگه اگر هر زنی که من بگیرم طلاق باشه. خب تو زن طلاق خوردی، حالا اومدی پیش من که من برای چه کار بکنم؟ خودت این بلایی هست که خودت بر سر خودت آوردی. اما دیدگاه بنده در این زمینه این است که تا زمانی که شما نکاح نکردید حق طلاق ندارید. حق طلاق بعد از نکاح ثابت میشه. یعنی وقتی که ازدواج کردی، زنی در اختیارت شد و حکم طلاق برای ثابت شد، بعد از ازدواج حق طلاق داری. اما قبل از این که ازدواجی اصلا صورت نگرفته و الان میخوای طلاق بدی، میخوای کی رو طلاق بدی؟
و چون این طلاقی معتبر نیست. اگر کسی قسم بخورد که به صلاح بگوید هر زنی که من ازدواج بکنم طلاق باشه، این طلاق نمیشه، میتونه راحت ازدواج بکنه و به زندگی خودش ادامه بده. اگر قسم خورده یا همون زن طلاق به صلاح خورده و به عنوان سوگند اینو یاد کرده که اگر فلان کار رو نکنم زنم مثلا طلاق باشه، یا این که هر زنی که ازدواج بکنه مثلا طلاق باشه، حکمش حکم قسم هست بنابر قول حضرت عبدالله ابن عباس، یک کفاره قسم بدهد و سلام دیگه، زنش طلاق نمیشه. برو برایت راهی رو پیدا کردم، زن بگیر، زن انشاءالله طلاق نمیشه. اسب در خواب به چه معنیه؟ من اصولا یعنی خواب تعبیر نمی کنم، اما دیگه میدونم اگر این دروازه رو باز بکنیم دیگه بسته نمیشه. خوابهای پریشان هم متاسفانه مردم خیلی زیاد می بینن. اسب اساسا نشان نجابت هست. اسب که انسان در خواب ببینه این نشان نجابت هست، نشان صداقت و نشان قهرمانی هست و نشان این هست که انشاءالله شما در زندگی خودتون موفق می شوید و به هدفتون انشاءالله می رسید. منتها عرض کردم که این خواب یک نوع حدیث هست، حدیث و نفسه. صادقترین و راستترین خوابها برای اون انسانهایی هست که خودشون راستگو هستن. انسان دروغگو خوابش هم دروغ هست، اون دیگه دنبال تعبیرش نگرده. اگر زنی غسل باشد و به بچه خود شیر بدهد چه حکمی دارد در حلال و حرام بودن شیر؟ منظورش این است اگر کسی در حالت جنابت باشد، اشکالی نداره، زن در حالت جنابت میتواند که به بچه خودش شیر بدهد. در حالت جنابت شیر زن حرام نیست، در هر حالتی که باشه زن، چه در حالت بعد از نفاس باشه، در حالت نفاس یعنی بعد از زایمان باشه، در حالت عادت ماهیانه باشه، جنوب باشه، باز هم شیر زن پاک حلال هست و بچه خودتون آزار ندید و هر وقتی که گریه کرد، ولی این که در حالت جنابت یا عادت ماهیانه باشی باید به بچه شیر بدین، هیچ گونه کراهتی و مشکل شرعی ندارد و کاملا جایز هست. دعای محبت بگیریم جایز هست یا گناه؟ دعای محبت گرفتن گناهه، چه شما دعای محبت بگیرید چه دعای برعکسش بگیرید. دعای این که زن و شوهر رو به همدیگر نزدیک بکنید اینم گناهه و سحر و جادو هست، و هم این که دعا بگیرید که دو نفر رو از همدیگر جدا بکنید این هم از نظر شرعی گناهه و هر دوتاشون جایز نیستن. محدوده استفاده از همسر خود جایز هست. هر موردی که به ذهنتون بیاد از نظر شرعی در میان زن و شوهر حلال جایز هست. بعد از این که عقد خونده میشه بر همدیگر حلال میشوند، جایزه به عنوان یک قاعده، به عنوان یک قاعده. این که بگیم فلان چیز فلان چیز فلان چیز فلان چیز اینا جایزه فلان چیز جایزه، این خیلی طولانی میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک قاعده اینو بیان کردند که وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند که در مورد زنانمون چه کاری رو انجام بدیم چه کاری رو انجام ندیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اتق الحیضة والدبر، از همبستری در ایام عادت ماهیانه و از همبستری از راه پشت پرهیز بکنید. بعد از این هر کاری که به نظرتون میاد انجام بدید، گناهی نداره. تنها این دو مورد از نظر شرعی حرام و ناجایز، تحت شرایطی جایز نیست. اما بقیه موارد هر چیزی که شما خودتون صلاح میدونید و به ذوق و سلیقه‌تون جور در میاد از نظر شرعی هم منافاتی نداره. زن که پریود باشه آیا میتونه قرآن و ذکر خدا انجام بده؟ بله، هیچ گونه شرعی هیچ گونه ممانعتی نداره. حدیثی یا روایتی در این زمینه که صحیح باشه صریح باشه و زنان را در حالت عادت ماهیانه از ذکر یا از تلاوت قرآن منع کرده باشه، چون این روایت صحیحی وجود ندارد. آیا برداشتن موهای در میان دو ابرو برای خانم ها جایز هست یا خیر؟
میان دو ابرو در نه در لغت جزء ابرو حساب میشه و نه در شریعت، یعنی این قسمت بالای بینی ابرو نیست. ابرو وقتی که گفته میشه در زبان عربی حاجب، حاجب یعنی در زبان عربی معنی به اصطلاح لغویش نگهدارنده هست، یعنی این قسمت این استخوان برآمده ای که بالای چشم است، این میگه حاجب. حاجب یعنی نگهدارنده، نگهبان، که حافظ چشم است. و این موی رو که بالای حاجب هست این بهش میگفته میشود که ابرو، در واقع این ابرو هست. اما این قسمت وسط بینی از نظر شرعی نه از نظر لغوی جز حاجب هست و نه از نظر شرعی، پس بنابراین گرفتن موی در میان دو ابرو هم از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. من 14 سالم هست، از تهران هستم و میخوام مانند شما روحانی اهل سنت باشم. انشالله که روحانی نداره، همه روحانی هست. همه ما هم جسمانی هستیم و هم روحانی. هر انسان یه جنبه به اصطلاح مادی داره و وجود فیزیکی داره و یک جنبه روحانی و معنوی داره. همه ما روحانی هستیم انشالله. اما اگر میخواهید که یعنی اهل مثل اهل سنت و الجماعت، یعنی مدارس زیاد هستند، از طریق مجازی هم هستند کانال‌هایی و فجاهایی که آموزش میدند و آکادمی های به اصطلاح فعالی در فضای مجازی هم داریم و در واقع هم مدارس و مساجدی هستند که شما می توانید که احکام دینی و شرعی رو و علوم اسلامی رو فرا بگیرید. بعد از سوره حم در نمازها آیه به زبان عربی دعا برای والدین و مسلمین جایز هست یا خیر؟ بعد از دعای حمد جای دعا نیست. بعد از سوره حمد، بعد از سوره حمد جای دعا نیست. جای دعا در نماز بعد از تکبیر تحریمه هست که اذکار به اصطلاح معصوره در اینجا وجود داره و بعد در رکوع هم هست، سبحانک اللهم ربنا و بحمدک رب اغفر لی، تا این اندازه. بعد از بلند شدن از رکوع در اینجا هم دعا داریم، در میان دو تا سجده هم دعا داریم و در حالت سجده یکی از بهترین جاهای دعا هست و در قعده اخیر. بهترین جا برای دعا در حالت نماز بعد از قعده اخیر هست و در حالت سجده، که در حالت سجده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که نزدیکترین حالتی که بنده با پروردگار خودش دارد در حالت سجده هست و ایشون فرمودند فاکثروا فیها من الدعا، در حالت سجده زیاد دعا بکنید و همچنین بعد از خواندن به اصطلاح التحیات در قعده آخر قبل السلام هر چی خواسته باشید می توانید که دعا بکنید. دعا اساساً در به زبان عربی باید باشه، یعنی دعاهای قرآنی به زبان عربی هست، دعاهای معصوره از سنت رسول الله به زبان عربی هست و اگر کسی نیازی به دعا داشت و میخواست به زبان خودش هم دعا بکنه از نظر شرعی ممانعتی وجود نداره و موجب بطلان نماز نمیشه. گرفتن ناخن در شب اشکال دارد؟ نه، هیچ اشکالی نداره. هر وقتی که شما نیاز پیدا کردید جایز هست که ناخنتون رو بگیرید. سجده سهو چگونه هست؟ سجده سهو موجباتش 3 چیزه. موجبات سجده سهو سه چیز هست. یا چیزی از غیر از به اصطلاح ارکان نماز کم کردید، یا چیزی بر نماز خودتون اضافه کردید، یا در شک افتادید که چند رکعت مثلا خوندید، فلان حکم را انجام دادید یا انجام ندادید، که توضیحات مفصلی داره. و با این سه حالت، در چنین این سه حالت بر انسان باید سجده سهو رو در نماز انجام بده. و سجده سهو 2 سجده هست، مانند 2 سجدهی که شما انجام میدهید الان بعد از نماز باشه. در برخی از به طور مذهب حنفی مثلا تمام سجده های سهو بعد از نماز هستن. بعد از سلام، بعد از سلام سجده کردید هم جایز، قبل از سلام هم سجده کردید هم جایز هست و در این زمینه تفاصیلی در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم وجود داره. آیا صدقه دادن به نیت سلامتی یا به نیت بخشش گناه یا دلیل دیگر درست هست یا خیر؟ هیچ اشکالی نداره.
شما صدقه بدید و نیتون این باشه که الله متعال در مقابل گناه شما را ببخشه. هیچ گونه اشکالی نداره، استغفار بکنید به خاطر اینکه گناه شما رو ببخشه. یک کار خیری رو انجام بدید به نیت اینکه گناه الله متعال گناه شما رو ببخشه. ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی ها به صورت کلی بدی ها رو در واقع از بین میبرن. منتها یک نقطه اساسی در اینجا هست که خیلی مهم هست و آن این هست که شما قبل از این که دچار مشکلی بشوید کار خیر رو انجام بدید و بعد از آن بگویید که و دعا بکنید پروردگار رو به خاطر فلان کار خیر فلان حاجت مرا فلان مشکل مرا روا بکن. راه شرعیش اینه. اما این که وقتی که دچار مشکل شدید الان میگی خدایا پروردگار اگر فلان مشکل من حل شد مثلا من 10 رکعت نماز میخونم و صدقه میدم و زکات میدم، نه، زکات که فرض هست و منظور بقیه کارا هست، این جایز نیست. نظر طاعت از نظر شرعی جایز نیست، بلکه مکروهه. نظر کردن این که اگر فلان کار من فلان حاجت من روا شد من فلان عمل شرعی رو فلان عبادت رو انجام میدم فلان صدقه و خیرات رو انجام میدم، این از نظر شرعی مکروه است و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انما یستخرج به من البخیل. این نظر کردن راهیه که شما انسان از یک انسان بخیل و بی خیر بخوای یک خیری رو به زور بیرون بکشی. تا زمانی که دچار مشکل نشود هیچ خیری رو انجام نمیده. شما باید اساساً مانند اون 3 نفری که در غار گرفتار شده بودن و توسل کردن به اعمال صالح خودشون، شما باید صادقانه در زندگی خودتون بدون این که مشکلی داشته باشید کارهای خیری رو انجام بدید تا این که وقتی که دچار مشکل شدید اون وقتی که توسل بکنید به کارهای خیرتون. پروردگار من فلان کار خیر رو صرفا به خاطر رضای تو انجام دادم، پس بنابراین به خاطر فلان کار خودم، به خاطر فلان اخلاصی که من داشتم، فلان کار خیری که انجام دادم، فلان افراد و من مشکلشون رو حل کردم، به خاطر این پروردگار تو هم مشکل من رو حل بکن. این بهترین روشش هست. اگر زنی 2-3 سال شوهرش نیاد دنبالش آیا حق طلاق دارد یا خیر؟ اگر که چه عرض کنم خدمت شما، ببینید اگر شوهری در حق زن کوتاهی بکند، یعنی حقوق شرعی را که برگردنش هست ادا نکند و اون مصالحی رو که برای ازدواج هست به اون مصلحت و به اون نیت به اصطلاح زن و شوهر با هم دیگر ازدواج میکنند، اگر از اون حقوق سر باز بزند از نظر شرعی زن میتواند که طلب طلاق بکند، اشکالی نداره. این یک از عذرهایی است. وقتی که یک فردی شوهری داره که فقط شوهر اسم شوهر هست اما هیچ گونه حقی از حقوق زندگی مشترک و زناشویی رو به اصطلاح انجام نمیده، شما حق دارید که از اون زندگی خارج بشید. اما به هر صورت اگر که سختی هست، مثلا شوهر به خاطر کسب و کاری مثلا رفته و عذری داره، انسان سختی های زندگیش رو یعنی تحمل بکنه، انشالله که فرجی میاد. دعا بکنه که الله متعال تمام کسانی رو که در زندگی مشترک و زناشویی خودشون مشکل دارن، چه از آقایون چه از خانم ها، الله متعال تمام مشکلاتشون رو حل بفرماید. تقریبا کم کم داریم به پایان وقت میرسیم، تا چند سوال دیگر رو بگیریم. لاک زدن ناخن گناه یا خیر؟ لاک زدن ناخن گناه نیست، بستگی به وقتش دارد، بستگی به وقتش دارد. اگر کسی خانمی به طور مثال در عادت ماهیانه هست لاک بزنه هیچ گونه مانعی وجود نداره. اگر خانمی در حالتی هست که نماز بر اون فرض نیست، یعنی فرض کنیم که در حالت بعد از زایمان هست، در حالت نفاس هست، اشکالی نداره لاک بزنه. فرض کنیم لاکی هست که مثلا اونو مثلا بعد از نماز عشاء به طور مثال یا بعد از مغرب وضو گرفته و بعدش لاک زده، الان طول این شب مثلا وضوش نشکسته و لاکش هست، تا فردا صبح دوباره اون بر می داره وضو می گیره، باز هم از نظر شرعی اشکال نداره.
لاک زدن در صورتی اشکال داره که شما نماز میخوانید و این لاک بر ناخن شما هست و بی وضو هستید، نیازی به وضو دارید. برای وضو گرفتن صحت وضو حتما باید این لاکی که مانع رسیدن آب به ناخن هست این باید برداشته بشود. در غیر این صورت حالت هایی که عرض کردم از نظر شرعی گناهی نداره و جایز هست. حکم تراشیدن موی بدن حرام هست یا خیر؟ برای مرد اشکالی نداره. موی بدن یا منظور موی دست و پا و سینه و شکم باشه و این از نظر شرعی اشکالی نداره و مباح هست، جایز هست. کسی به تراشه هم جایزه، بگذاره هم، هر دوتاشون جایز، اشکال شرعی نداره. قسم خوردن زن طلاق کفاره دارد یا خیر؟ نظر منده در مورد قسم به طلاق، قسم به طلاق نظر بنده هست و بسیاری از علمای معاصر و حتی بسیاری از بسلام محاکم و دادگاه ها هم امروزه بر این عمل میکنن. قسم به طلاق، طلاق حساب نمیشه. قسم به طلاق قسم هست، حکمش حکم سوگنده، حکم قسم هست. اما قسم خوردن به طلاق حرام هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. اگر کسی نیاز به قسم داره که باید قسم بخوره، به نام الله قسم بخورد و وگرنه ساکت باشد، نیازی به قسم خوردن نیست. این که انسان به قسم به طلاق بخورد این کار حرامی هست، زیرا که به نام غیر الله قسم خورده. اما وقتی که ولو این که حرام هست، وقتی قسم خورد این قسم قسم معتبری هست، به این معنی که کفاره دارد، به این معنی که کفاره دارد. اگر کسی قسم خورد که اگر من فلان کار را انجام بدهم، به طور مثال گفته که زنش طلاق بشود، نظر بنده در این زمینه این است که اگر نیتش طلاق دادن نبوده، نیتش این بوده که جلوی خودش را بگیره که فلان کار را انجام ندهد یا انجامش بدهد، در این صورت این صرفاً قسم به طلاق است و طلاق معلق نیست، حکمش طلاق معلق نیست در این صورت، بلکه قسم به طلاق است. قسم به طلاق ولو این که قسم حرامی هست باید کفارش رو ادا بکند، یعنی این که به 10 مسکین غذا بدهد یا لباس بدهد، یا این که اگر توانایی مادی ندارد 3 روز به جایش روزه بگیرد. و نظر بنده این است که زنش طلاق نمی شود. من نمیدونم، ظاهرا این پیامه شما گیر داره و بالا نمیاد بیشتر از این. در صورت امیدواریم که الله متعال زندگی ما رو، زندگی دینی و دنیوی ما رو و زندگی اخروی ما رو آنگونه که به خیر و صلاح ما هست الله متعال برای ما مقدر بفرماید. از گناهان همه من و شما الله متعال در بگذرد. توفیق عبادت و طاعت خالصانه الله متعال به همه من و شما عنایت بفرماید. بیماری های بیماران را و دردمندان را الله متعال برطرف بفرماید و شفای عاجل و کاملی به تمام بیماران الله متعال عنایت بفرماید. جوانانی را که دنبال زندگی مشترک هستند الله متعال اونها را توفیق بدهد و که ازدواج بکنند. کسانی رو که اولاد ندارند الله متعال اولاد نیک و صالح عنایت بفرماید. کسانی را که مقروض هستند الله متعال قرض اونها را ادا بفرماید. کسانی که زندان هستند الله متعال موجبات آزادی و رهایی آنها را فراهم بفرماید. و کسانی را که از دنیا رفتند الله متعال رحمت و مغفرتشان بفرماید. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر که در خدمت شما خواهم بود، شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.